چهار پنج نفری که تو اینستاگرام یکم حالا دیده شدن به واسطه سایکو بودن و ملیجک بودنشونه، که اوکی همه زندگی من شما ندیدی که. یعنی مثلا رادیو جوان موظف بوده که برای من سالیانه 3 تا کنسرت بذاره که نذاشت، ولی پیجمو زدن حسودای پلاستیکی که میان توی سوشال مدیا. دوستان سلام، به 60 ثانیه دیگه با من خیلی خوش اومدین. امروز میخوایم حواشی مربوط به بسته شدن پیج نگین فضلی توسط سارن رو بررسی کنیم. پس دکمه سابسکرایب رو بزنید و تا آخرین پست با من همراه باشید. سارن بعد از جدایش از نگین فضلی در اغلب ویدیوهاش به اینکه نگین استعدادی نداشته و علکی معروف شده اشاره میکنه و این تیکه ها محدود به چنل یوتیوبش هم نمیشه. اون بارها در استوری های اینستاگرامش هم به این موضوع اشاره کرده. حالا سارن در آخرین پستش که پرسش و پاسخ بود، در جواب شخصی که پرسیده بود چرا با همه تو دعوایی، جواب میده اگه منظورت ملیجک های اینستان، باید بهت بگم که اونا هیچ وقت دوست واقعی نبودن و فقط از موقعیتم سوء استفاده میکردن. درسته که چرا با همه دعوایی، این نشونه عقده بودنه. همه یعنی کی؟ همه اگه منظورتون از همه همین 4-5 نفری که تو اینستاگرام یکم حالا دیده شدن به واسطه سایکو بودن و مریجک بودنشونه، که اوکی همه زندگی من شما ندیدی که دوستای واقعی من شما ندیدی که من دوستای واقعی من آدمای معروفی نیستم. همه زندگی من خانواده‌ام و دوستای واقعی هم. حالا این 4 نفری که حالا تو اینستاگرام معروف شدن و اینا، بچا من چیکار کنم که همشون دنبال سوء استفاده و این چیزا؟ من نمیتونم سکوت کنم. شاید من خیلی از آدمایی که توی همین فضای مجازی رو میبینم که مثلا خیلی با همه مشکل داره طرف، ولی آنفالو نمیکنه، هی خودشو حفظ میکنه، هی پشتش میاد صحبت میکنه، جلوش خیلی خوب رفتار میکنه. من این شکلی نیستم. من نمیتونم با یکی همینجوری، مثلا من نمیتونم خوب باشم با یه نفر، پشتش چرت و پرت بگم، یا مشکل دارم یا مشکلی ندارم. این شکلی نمیکنه. کاراکترم جوری نمیتونم فیلم بازی کنم. اصلا حال نمیکنم فیلم بازی کنم. فیلم بازی کنم که چی؟ که روابطمو از دست ندم؟ که چی بشه؟ مگه روابطم منو به اینجا میرسونه؟ مگه روابطم به من ارزش میده؟ مگه من تا الان با روابطم به اینجا رسیدم؟ نه. اگه به اینجا رسیدم استعداد داشتم، تلاش کردم، جرأتشو داشتم، چشمم سخت گوشی بوده، هر چی بوده، کسی کمک من نکرده، روابطی به درد من نخورده. روابط من فقط اومدن یه هرکی به ما رسید یه جوری به ما من نیستم. من دنبال چیزم، من نمیتونم فیلم بازی کنم، من نمیتونم کسیو که بهم آسیب زده فالوش کنم. اون در ادامه صحبت‌هاش دنیا رو موضوع بحثش قرار میده و میگه که مشکلاتم با رادیو جواد داره حل میشه، اما خواسته های خوبی ازم ندارن. از یک طرف هم سوگلیشون گفته اگه این باشه من نیستم، منم که به هیچ کی باج نمیدم، برای همین هنوز هیچی مشخص نیست. آقا من یه بار برای همیشه این داستانو میگم، داره روند قانونیش طی میشه. راستش من ازشون شکایت کردم و خب بچا کارهای حقوقی کارهای نیستش که خیلی به سرعت پیش بره، ولی خب برنده داستان منم، به خاطر اینکه رادیو جوان متاسفانه خوشبختانه به هیچ کدوم از قول و وعده‌هایی که توی قراردادش با من داده بودن انجام ندادن هیچ کدوم. یعنی مثلا رادیو جوان موظف بوده که برای من سالیانه 3 تا کنسرت بذاره که نذاشت. رادیو جوان موظف بوده که واسه من ویزا بگیره، نکرد. رادیو جوان موظف بوده واسه همه موزیکای من به من پول پرداخت کنه، نکرد. رادیو جوان ضعفه که همه کارهای منو ساپورت کنه، نکرده. رادیو جوان یک سال و نیم، حتی آخرین مثلا صحبتی که باشون کردم، حالا وارد دیتیلش نمیشم، انقدر خواسته بدی از من داشتن که بخوام من مثلا فسخ منو فقط بدن. فسخ یعنی فقط من بتونم برم یه جوری دیگه کار کنم، موزیک بتونم بدم بیرون. مثلا باورتون نمیشه که چه خواسته ای از من داشتن. و اینم که دارم میگم چه خواسته ای از من داشتن، اصلا چرت و پرت نمیگم. توی همین ما توی یه ویدیو یه ذره دیگه کار دات کام بره جلو، با فکت مدرک مسیج میارم بتونشون میدم که همین خانم آرتیست سوالیشون برگشته عملا به رادیو جوان گفته که آره، یا اگه با این دیل کنید و همین جوری ولش کنید که من از رادیو میرم بیرون، اگرم مثلا میخواید ولش کنید خیلی اذیتش کنید و اینجور چیزا. خب عزیز من، همه اینا واسه تو استعداد نمیشه، واسه تو آرامش نمیشه، تو کلن عقبی، اصلا یه جا دیگه ای بکن. آره خلاصه که این داستان قانونی تهی میکنم و بعد از اون دیگه نمیتونن اینقدر به من اذیت کنم. میگم من به کسی تو زندگیم باج نمیدم بچه ها. من حاضرم بمیرم همینجا، بیان از جلوم، بیان از روم با ماشین رد شن، ولی باج به کسی نمیدم. شما هم هیچ وقت تو زندگیتون به کسی باج ندید بچه ها. باج بدی تا آخرش باید باج بدی. بعد از انتشار این پست، نگین هم در استوری هاش اعلام کرد که میخواد چنل جدیدی در یوتیوب باز کنه و از صفر همه چیزو بسازه، جوری که انگار تا الان مخاطبی نداشته و میخواد که همه چیز رو برای فناش توضیح بده. اما پیج اینستاگرامش درست بعد از اعلام این خبر بسته میشه و از دسترس خارج میشه. نگین بعد از اینکه پیجش رو از دست میده، از طریق چنل تلگرامش میگه پیجم از طرف کسایی بسته شده
که میان جلوی دوربین و ادای مظلوم‌ها رو در میارن. آره مامو اکسشن کردم ولی پیجمو زدن حسودای پلاستیکی که میان توی سوشال مدیا ویدیو میگیرن ادای مظلوم‌ها رو در میارن، اون زیر دارن کرمشون رو میریزن. نشد که اعلام کنم، خیلی هم مام خوشگل شده. یوتیوب رو مگه نگاه نمی‌کنید؟ ها ها ها. تقریبا همه ما میدونیم که منظور نگین از این شخص کسی غیر از سارن نمیتونه باشه. امیدواریم که پیج نگین هر چه زودتر بهش برگرده. نظر شما درباره این حواشی چیه؟ برامون کامنت کنید. در آخر از تمام کسایی که پست های ما رو لایک میکنن و برای ما کامنت میذارن صمیمانه تشکر میکنیم. مرسی که تا آخرین پست همراه ما بودین. لطفاً با لایک و کامنت و سابسکرایبتون از کانال ما حمایت کنید و زنگوله زیر این پست رو فعال کنید تا از پست های جدید ما هم با خبر بشید.